قطری از امید موفقیت هست. با امید موفقیت های همیشگی شما انشالله که همیشه در هر بخش از زندگیتان موفق و کامگار باشین. سلام، وقتتان بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه وکتور آزمون. من مهدی اسلمی در نیم ساعت از برنامه وکتور آزمون در خدمت شما دوستای عزیز هستم و همچنان با دو تیمی که امشب قرار است با هم رقابت کنند. تشکر شما عزیزانی که در برنامه تشریف آوردین و با تشویقاتتان و ما انرژی میبخشین تا بهترین برنامه رو تقدیم دوستا کنیم. به افتخار خودتان دوستان. آغاز برنامه هم یک تشکری خاص میکنیم از انرژی وکتور. با نوشیدن انرژی وکتور هر بازی را به پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی وکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. جهان سپاس از انرژی وکتور که یک انرژی فوق العاده مزه‌دار هست. و حالا هم آغاز میکنیم برنامه خود را با تشویق شما دوستا و گروه سانگزای آغاز میکند امشب برنامه را. مدینه جان سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید. دلو یا بخون که سختن طلاب نامه پلومی قدم کتاس و محلی جانی تا او در طلال طول اوریدون که و کتون که و در دی تشار طول اوریدون که تا سلام رانیکم هیلا من دیم سچو در وجود در فیر جامعی بپرتانوی دمانو مدینه ستانیک زیده او یا تانه در از مفر منشتر اکون کسخه. خیلی خوش آمدین مدینه جان. میشه که کائنات و هیلر هم شما معرفی کنین و چی نسبت با هم دارین؟ او همچنان کائنات یا او هیلر یا دما ملگری دی سوفیانی. بسیار عالی، انشالله همیشه موفق باشین. تشویق شدن این دوستا میرین طرف تیم مقابل. سلام خدیجه عزیز، خیلی خوش آمدین و وقتتان بخیر. سلام علیکم، خدیجه سخیزاده هستم و دوستان ما سلیمه جان و مدینه جان. بسیار عالی، انشالله که موفق باشین. چی نسبت به هم دارین دوستان هستین؟ خب بسیار خوب. و خدیجه عزیز، مرحله اول برنامه ما هر سوال 30 ثانیه فرصت داره، 20 امتیاز داره. آماده هستین؟ بتونید در جریان 30 ثانیه با هم مشورت کنین و قبل از که وقت شما به اتمام برسه میتونین پاسخ سوال رو بر ما بگوین. اگر آماده هستین میریم طرف سوال. زمین دارای حرکت وضعی و کدام حرکت دیگر است؟ گزینه اول انتقالی، گزینه دوم فرعی، گزینه سوم دایره‌ای و گزینه چهارم مایل. وقت شما آغاز شده، 30 ثانیه هم فرصت دارید. گزینه سیم سیس دایره‌ای؟ بله. زمین دارای دو نوع حرکت هست، یکی حرکت وضعی هست و حرکت بعدیش هم شما گفتین که دایره. حرکت دایره‌ای. مطمئن هستین چون وقت هست؟ فول کنیم؟ ها. 4 3 2 1 میریم با هم میبینیم. متاسفانه جواب شما اشتباه هست. جواب درست حرکت انتقالی بود که بسیار مشهور از حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین. خب خیر باشه، شما امتیاز را از آن خود نساخته. میریم طرف سوال بعدی. 1 درجه طول البلد در چند دقیقه از مقابل شعاع آفتاب میگذرد؟ گزینه اول 10 دقیقه، گزینه دوم 3 دقیقه، گزینه سوم 7 دقیقه و گزینه چهارم 4 دقیقه. وقت زیاد هست، 30 ثانیه فرصت دارین و میشه که دقت و مشورت داشته باشین. چهار دقیقه. مطمئن هستین؟ کدام تن بیشتر تاکید دارین؟ مدینه جان. مدینه، معلومات داری؟ خیر. اگر معلومات دارین قفل میکنیم جواب را، چون وقت هم کم هست. قفل شوم؟ بله. 4 3 2 1 با هم میبینیم؟ بله، کاملا درست و مدینه عزیز درست حد زده بودن و تانستیم که شما 20 امتیاز را از آن خود بسازین. حالا هم میریم طرف تیم مقابل، تیم استانکسای. مدینه عزیز آماده هستی؟ به جغرافیه چقدر علاقه مند هستی؟ یوشل بیشتر علاقه مند است. بسیار عالی، پس اگر آماده باشیم میریم طرف سوال. آماده. کره زمین شامل چند درجه طول البلد است؟ گزینه اول 90 درجه، گزینه دوم 360 درجه، گزینه سوم 100 درجه و گزینه چهارم 180 درجه. با هم مشورت کنیم با کائنات و هیله. 30 ثانیه هم فرصت داریم. گزینه اول 90. گزینه اول 90 درجه. مطمئن هستین؟ بله. کدام تان بیشتر تاکید دارین؟ خیلی کم مشوره کردیم با هم. کائنات. کائنات. مطمئن هستی؟ فرصت هست.
اگر شک داری بالای گوز میدگر بیشتر فکر کن. 50% 50% 3 2 1 وقت شما باید تمام رسید. میریم با هم یک جا میبینیم که آیا جواب درست هست. متاسفانه جواب اشتباه هست و جواب درست 360 درجه است. کائنات، مدینه و هیله. وقتتون زیاد مانده بود و من به شما گفتم هم که میتونیم با هم هنوز هم مشورت کنیم، اما شما خطا نخواستیم. خب خیر باشه، میریم طرف سوال بعدی. حرکت انتقالی زمین به دور چه چیزی صورت میگیرد؟ گزینه اول خودش، گزینه دوم مهتاب، گزینه سوم آفتاب و گزینه چهارم مشتری. وقت شما آغاز شده، 30 ثانیه فرصت دارین با هم مشورت داشته باشین. قبلا هم یادآور شدیم که زمین دو نوع حرکت داره، حرکت وضعی و حرکت انتقالی. در حرکت انتقالی زمین به دور چه چیزی میچرخه؟ با هم مشورت کنین و جواب درست را پیدا کنین. 10 ثانیه فرصت دارین. و دوره خودش مطمئن هستین؟ خب جواب شما قفل شد چون وقت شما به اتمام رسید. میریم با هم میبینیم یک جا. متاسفانه جواب شما اشتباه است. در حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب میچرخه، صدای خودش نه. خب و شما فعلا هم نتونستین که امتیاز را از آن خود بسازن، اما در مجموع تیم سانگزای نتونستن که هیچ امتیاز را از آن خود بسازن و در مرحله اول صفر هستن و همچنان تیم مقابلشان تیم سخیزاده تونست که 20 امتیاز را از آن خود بسازن. و حالا هم نزدیک میشیم کم کم به مرحله دوم برنامه که هر گروهی که بتونه امتیاز بیشتر از آن خود بسازه پس شانس از این هم داره که برسه به مرحله نهایی. حالا شما عزیزانی که بیننده برنامه وکتور آزمون هستین، جهان سپاس از همراهی شما تا ایدم و شما دوستانی که همین لحظه پیوستین به برنامه ما، جهان سپاس از شما و سلام مجدد تقدیم میکنم به شما دوستان. قبل از اینکه مرحله دوم برنامه خود را آغاز کنیم یک تشکری خاص میکنیم از حامی برنامه خود انرژی وکتور. با نوشیدن انرژی وکتور هر بازی را به پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی وکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. جهان سپاس از دوگوری که امشب در برنامه همراه ما هستن و خیلی خوب درخشیدن تا ایدم. و میرین طرف مرحله دوم برنامه که آغاز میکنیم با تیم استانگزای اگر آماده باشن. آماده هستین مدینه جان؟ بله. خب با مضمون فیزیک چقدر علاقه داری؟ 20% 20% بسیار کم است دیگه. خب کائنات و هیله شما؟ اصلا علاقه ندارم. شما 0% و هیله جان؟ 50% 50% خب الان خیلی سر شما دیگه کم حساب میکنیم. اگر در 20% و 0% دیگه سوال نمیکردیم. خب میرین طرف اولین سوال. آب چند حالت را به خود گرفته میتواند؟ پانزده ثانیتون آغاز شده. بسیار یک سوال آسان هست. حالا اگر به فیزیک مالا قرار داشته باشه میتونی سوال را پاسخ بدی. 2 حالت خب مطمئن هستین چون وقتتون به اتمام رسید و سوال رو هم قفل کردیم. ما گفتیم که به خاطر مدینه و کائنات و هیله به فیزیک علاقه ندارم، یک سوال آسان بیاریم در برنامه. میبینیم با هم یک تو جواب را. متاسفانه سوال به این آسانی. آب به 3 حالت هست. خب میشه 3 حالت باشه، میگین 2 حالت مدینه جان. جامد، مایع، گاز. خیر باشه دیگه. یگان وقت سر مدینه جان و کائنات و هیله تو گپا میشنی؟ در دل یک چیز و در زبان دیگه چیز باز. به این طرف سوال بعدی. اجسامی که کثافت آن نسبت به آب زیاد باشد را چی مینامن؟ چی؟ مشورت کنیم؟ 10 ثانیه فرصت دارین. اجسامی که کثافت آن نسبت به آب زیاد باشد؟ اجسامی هست که باز فرو میره در آب، یعنی یک نقل دادم برتان. اتم. اتم هست. وقتی شما هم به اتمام رسید با هم میبینیم آیا اجسامی که کثافت چون نسبت به آب زیاد است به نام اتم یاد میشن؟ متاسفانه مدینه، کائنات، هیله، من چقدر نقل کلام برتان دادم. اجسامی هستن که با در آب فرو میره، مثل سنگ.
نسبت به آب گرنگتر هست و به زیر آب میره و به یک قسم اجسام، اجسام غیر شناور میگن. درست است؟ خب خیر باشه، هنوز مرحله سوم پیش رو هست. دوستان تشویقشان کنیم بریم طرف تیم مقابل، تیم سخی‌زاده. خدیجه عزیز آماده هستین؟ شما چقدر بر فیزیک علاقه مند هستین؟ من نیست. شما صفر. سلیمه؟ 80%. 80% بسیار عالی. و خودت مدینه؟ من 50%. 50 و 80. خوب است، این 130% میشین. پس میریم طرف سوال با مو اطمینان کامل که دیگه بخیر پاسخ بدین. اجسامی که کثافت آن نسبت به آب کم باشد به چی نام یاد میشود؟ با هم مشورت کنیم. بسیار یک سوال ساده. مطمئن هستم که در زندگی روزمره با این حالت زیاد روبرو شدین و در صنف هفتم در این رابطه خواندین و وقتتان هم به اتمام رسید و هیچ پاسخ را بر ما نگفتین. خدیجه، یک نقل کلان. گروه قبلی هم همین سوال بود، گفتیم اگر نسبت به آب کثافتش زیاد باشه به چی نام یاد میشه. حالا گفتیم اگر کثافتش کم باشه به چی نام یاد میشه. اجسامی که کثافتش نسبت به آب کم باشه بر روی آب باقی میمونه، مثل روغن، مثلا خس و خاشاک در روی آب باقی میمونه و به زیر آب نمیره. به این قسم اجسام، اجسام شناور میگه که در روی آب هستن. و باز هم با هم میبینیم جواب را. خب شما چون پاسخ نداده بودین، چراغا به افتخارتان سرخ شد. بریم طرف سوال بعدی، آماده هستین؟ انشالله که سوال را پاسخ بدین. اگر فشار هوا 1 اتمسفر باشد، آب در چند درجه به غلیان می آید؟ وقتتان آغاز شده، فقط همون درجه شده بر ما بگوید. غلیان به معنی همون جوش آمدن است. آب در کدام درجه به جوش می آید؟ یک سوال آسان. چقدر چای دم کردید از زندگی؟ 90 درجه. خب وقتتان به اتمام رسید، میبینیم. متاسفانه جواب اشتباه باز بخیلم. خدیجه او که نیزی که جوش میشه باز خود چای دم میکنی. وقتی 10 درجه کمتر گفتی، در 100 درجه. خدیجه به خاطر از همین چای دم کردنت خبر ما بگو. کدام بخش در خود بسوزانی یا او انو جوش نام بده چای دم کده باشی؟ اصاب کم نو جوش میم میکشم. او گرمی استفاده میکنی؟ آسان رو میکشم نمیدونم. خب این هم تو رس خیلی گفتی 90 درجه. باز بیادنم که باشه نمیدونم. میگه بان یک چند دقیقه خوب جوش بخوره باز. میگه یکان تو دیدی میگه هر چقدر که او خوب جوش بخوره پخته شود هم بود جوشش با چای مزدار میه و راستی هم کم قسم است. خب بسیار خوب، در این مرحله هر دو اشتراک کننده های ما یا هر دو سرتیم نتونستن که پاسخهای درست را بر ما بگوین و در این مرحله هر دو تیم ما صفر هستن، اما در مرحله اول تیم سخی‌زاده تانست که 20 امتیاز را از آن خود بسازم. رقابت وجود داره، هنوز هم هیجان و استرس برنامه هست. ببینیم که در مرحله سوم قرار است که چقدر امتیاز را هر دو تیم به دست بیارن و کدام تیم حذف میشه و کدام تیم میرسه به مرحله نهایی ما. اما حالا بریم با هم یک جا یک استراحت خیلی کوتاه میکنیم و برمیگردیم. هر دو تیم با هم رقابت کردن و تنها تیم سخی‌زاده تانست که 20 امتیاز را از آن خود بسازه و هنوز هم تیم مقابلشان تیم سانگزای نتانستن که در این مرحله دوم و اول امتیازی را از آن خود بسازن. مدینه عزیز چی گپاس؟ خیر و خیر. خب در مرحله اول و دوم استرس داشتین یا معلوماتتان در رابطه با بخشایی که آماده بود کمتر بود؟ معلوماتم پورا و خو استرس و خطا سلو کنه سوالون سم بله سمستم. مثل که من گفتم آب در چند حالت هست؟ گفتین که جامد، مایع، گاز، اما انتخاب کردین دو حالت. خب خیر باشه، در این مرحله زیاد دقت کردین، درست است؟ و دوستان حالا هم آغاز میکنیم مرحله سوم برنامه خود را که سوالات صحیح و غلط هست. هر سوال ما 15 امتیاز و 15 ثانیه فرصت داره با تیم سخی‌زاده. خدیجه آماده هستی؟ بله. مکمل؟ بله. خب 15 ثانیه فرصت زیاد هست. بیانی بار سوالات دینی شما پرسان میکنیم. چطور است خدیجه؟ موافق هستی همراه من؟ خب بریم خیلی طرف سوال؟ زیاد بودن تعداد راوی ها یکی از شروط حدیث متواتر است. صحیح یا غلط؟ صحیح یا غلط؟
مطمئنه هستم که در دوران مکتب یکی از سوالای امتحانتون هم حتما بوده، چون شروط حدیث بوده در امتحاناتتون. صحیح است؟ بله. مطمئن؟ و وقت شما به اتمام رسید و خدیجه گفت که جواب درست هست. با هم می‌بینیم. کاملا درست. خدیجه جان، در دوران مکتب از بخشی که امتحانات تفسیر شریف بود و دنیات و بعضی از مضامین دیگه که برمیگشت به معلومات اسلامی، همین یگان وقت باید بعضی از حدیثا را حفظ میکردیم، بعضی از راویا را حفظ میکردیم. کدومش برای خود سخت بود؟ هیچ کدام یادت نیست؟ یادت نیست کدام مضمون بر سخت‌تر بوده؟ زیادتر پشتو. پشتو. خب بسیار خوب. حیر بس خاطر که پشتو بر سخت بوده در سوالات برنامه برتون پشتو را ناوبده. خب است؟ بسیار عالی. سلیمه؟ در مضمون تفسیر چقدر لایق بودی؟ خوب بود دیگه. چند میگرفتی؟ نمراتت میانگینش چقدر بود؟ فعلا دیاد ندارم. پارچیت هم دیادت نیست؟ خب بسیار خوب. و شما؟ استاد صد. همیشه صد میگرفتین؟ چندم نمره بودین شما در مکتب؟ در دفعه در گروپ بی میامدم. خب یعنی گروپ بی از اول نمره تا پنجم نمره فکر کنم در گروپ الف هستن، بعد از پنج باز در گروپ بی میشن اگر اشتباه نکردم، شما چون دوره که من مکتب میخوندم اول نمره و دوم نمره و سوم نمره بود، گروپ الف و بی نبود. خب به این طرف سوال بعدی آماده هستین؟ 3 2 1 1 2 3 یکی میشه؟ بریم طرف سوال. تدوین علم حدیث در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه آغاز شد، صحیح یا غلط؟ ببینیم چقدر معلومات عمومی بلند داره، مخصوصا دوست ما که مدینه جان هستن گفتن همیشه صد میگرفتن. صحیح است؟ بریم با هم یک جا میبینیم آیا جواب درست هست؟ متاسفانه جواب شما اشتباه بود. تدوین علم حدیث در زمان عمر بن عبدالعزیز آغاز شده، در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه آغاز شده بود. خب خیر باشه. اما هنوز هم شما امتیاز از مرحله اول و دوم برنامه و سوم برنامه تونستین که داشته باشین و امتیازاتون یک مقداری هست. اما قبل از اینکه با شما بگیم چقدر امتیاز دارین، میریم طرف تیم مقابلتان، درست است؟ تشویقشان کنیم. پس میریم طرف تیم مقابل، تیم سانگزای. مدینه جان، اگر شما هر دو سوالی که در این مرحله هست را بتونین پاسخ درست بدین، شاید شما بتونین به مرحله نهایی برسین. یعنی مهم نیست اگر تا بال هم امتیاز را نتونستین از آن خود بسازین. بریم طرف سوال. حدیث شریف مصدر دوم شریعت اسلامی نیست، صحیح یا غلط؟ صحیح. کم کم یادم یه یکی نمی سوال را ما در صنف 7 خواندیم. صحیح یا غلط؟ غلط. مطمئن هستین؟ غلط را قفل کردیم چون وقت شما به اتمام رسید. میریم با هم میبینیم و کاملا درست. کاملا درست. مدینه عزیز، اگر سوال بعدی را شما پاسخ بدین برنده هستین. توکل به خدا. کمی هم بلندتر صحبت کنین دیگه، شما امتیاز گرفتین مدینه جان. بریم طرف سوال بعدی. اشتراک کننده های عزیز و همه کسانی که در تالار تشریف دارین دقت کنین، چون مرحله خیلی حساس است و قرار است که یک تیم برسن به مرحله نهایی و میبینیم که تیم سانگزای قرار است که جواب بدن یا خیر. عمل ریا نزد خداوند قابل قبول است، غلط؟ در رابطه با عمل ریا معلومات دارین؟ مطمئن هستین؟ بله. خب وقت هست، دقت کنین چون مرحله حساس است. اگر میگین قفل کنین تا ما قفل غلط ده. جواب را با هم دیگر قفل کردیم و میبینیم چون وقتشان هم به اتمام رسیده بود و کاملا درست. ریا با معنی تظاهر و یا هم به گفته بعضی ها ظاهرسازی هست و کسانی که در عبادت به خاطر تظاهر یا به خاطر ظاهرسازی میاین و عبادت میکنن، این عمل ریا هست و نزد خداوند قابل قبول است. و واژه ریا 5 بار در قرآن کریم آمده. بسیار عالی. و در این مرحله تیم استانگزای تانست که هر دو سوال را پاسخ بده و 30 امتیاز را از آن
خود ساختن و همچنان تیم مقابلشان تیم سخیزاده هم در سه مرحله از برنامه تانستن که 28 امتیاز را از آن خود بسازن. با دو نمره تفاوت تیم سانگزای تانستن که به مرحله نهایی ما برسد. تشویقشان کنین دوستا، بسیار عالی پیش رفتن. مبارکتان باشن مدینه، کائنات و هیله، انشالله که همیشه موفق باشین و منتظرتان هستین در مرحله نهایی. بسیار تشکر. تیم سانگزای با 30 امتیاز به مرحله نهایی ما راه پیدا کردن و یک تشکری خاص میکنیم از خدیجه، سلیمه و مدینه که در برنامه تشریف آوردین. سلامت باشین. دو امتیاز فقط تفاوت داشتین. خدیجه پیام بده بر دوستای ما. ندارم کنم پیام. خوب. هیچ پیام نداری؟ نه. خب اشتراک کنن در برنامه؟ آه اشتراک کنم. خب اینم براتون خدیجه جان میگه که اگر شما دوست دارین که بیاین و در برنامه وکتور آزمون اشتراک کنین، بیاین و برنده بعدی ما شما باشین. تشکر از این که در برنامه تشریف آوردین، جان سپاس. و تشکر میکنیم از حامی برنامه خود انرژی وکتور. با نوشیدن انرژی وکتور هر بازی را با پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی وکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. شما دختر خانمای کمی لحظه بیننده برنامه وکتور آزمون هستین. جهان سپاس از همراهی شما دوستا که تا اینجا ما رو همراهی کردین و اگر دوستا این در برنامه ما اشتراک کنین میتونین به شما تماس کنین، روی پرده های تلویزیونتون هست، تماس بگیرین و برنده بعدی ما شما باشین. جهان سپاس از شما هزار عزیزی که در تالار تشریف داشتین و جهان سپاس از شما بینندهایی که تا اینجا ما رو همراهی کردین و تنها نگذاشتین. تیم سانکسای با 30 امتیاز رسید به مرحله نهایی و تا فردا شب و دیدار بعد، خداحافظتان.